در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تأکید آلمان و پنج کشور آسیای میانه بر حمایت از افغانستان صلح‌آمیز و باثبات. همزمان رئیس جمهور ترکمنستان از همه کشورها خواسته که به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه دهند. ما معتقدیم که جامعه بین‌المللی باید به مردم افغانستان کمک کند تا در این مسیر با واقع بینی، دوراندیشی و مسئولیت پذیری گام بردارند. ارائه گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای یک ساله دادگاه عالی، مسئولان می‌گویند که در یک سال گذشته بیش از 185 هزار دوسیه حل و فصل شده است. یک لک دوسیه، یعنی چیزی کم دو لک، تا هنوز فیصله شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به این بسته خبری از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. همزمان با میلاد با سعادت پیامبر معظم اسلام، عالمان دین با تأکید بر اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام میگویند یکی از فرایض و واجبات دین مؤمن اسلام کسب علم و دانش است. آنان همچنان با اشاره به اهمیت آموختن دانش از منظر رسول گرامی اسلام میگویند یکی از محوری ترین امور در اهداف نبوت علم آموزی است. اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عالمان دین یکی از برترین سیره های نبی مکرم اسلام را توجه به کسب علم و دانش می دانند. آنان با اشاره به این که دین اسلام با کلمه اقرا پایه‌گذاری شده است، میگویند علم‌اندوزی از هر جهات و ابعاد گوناگون مورد تاکید و سفارش پیامبر مکرم اسلام است. زیرا از نظریشان ملاک ارزش‌گذاری انسان‌ها جهل و علم آنها است. در مورد اهمیت علم و دانش همین بس که اولین آیه‌ای را که جبرئیل امین به پیامبر گرامی اسلام میاره دستور به خواندن هست. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و نکته ای که استفاده میشه از این آیه اینه که اولین دستور در مکتب اسلام یک دستور فرهنگی، دستور به خواندن، دستور به گرفتن قلم و دستور به یادگیری علم و دانش هست. راه و رسم پیامبر گرامی اسلام در تمام دوران رسالتش گویای تلاش آن حضرت در امر علم‌اندوزی و خردورزی مسلمانان است. به گونه ای که ایشان از مسجد به عنوان پایگاه برای آموزش در کنار سایر امورات بهره می بردند. مسجد در زمان رسول خدا تنها محل عبادت نه، بلکه تعلیمات دینی و علمی، حتی امور مربوط به خواندن و نوشتن نیز در آنجا انجام می گرفت. سیره و رفتار عملی پیامبر گرامی اسلام در مورد علم‌اندوزی بسیار حائز اهمیت است. به گونه ای که حضرت می فرماید العلم سوله، علم در واقع برای یک جامعه بشری روشنایی و قدرت و عزت می آفریند و ایجاد می کند و یک جامعه در واقع در صورت مستقل هست و می تواند حرف برای گفتن داشته باشد که دانشمندان متخصص داشته باشد. از طرف هم دین مبین اسلام اندوختن علوم گوناگون را برای تمامی مسلمانان جهان واجب دانسته، عالمان دین نیز میگویند در سیره پیامبر گرامی اسلام نشانی از تبعیض در امر آموزش و محروم کردن استعدادها از فراگیری دانش نبود، بلکه اهتمام رسول خدا به امر آموزش و پرورش به حدی بود که از آن به عنوان فدیه ی آزادی اسرا استفاده میکردند. نظر پیامبر عظیم الشأن اسلام و احادیثی که از زبان مبارکش برای ما رسیده است در مرحله آموختن علم و دانش، پیامبر عظیم الشأن اسلام در قسمت آموختن علم و دانش از نظر جنسیتی هیچ گونه محدودیت را قائل نبود، تا جایی که فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. صدر اسلام که اگر در اون جنگ هایی که اتفاق می افتاد و از کفار و مشرکین کسی دستگیر می شدن، حتی ما داریم که پیامبر اونایی که علم داشتن، از اونایی که اسیر شده بودن، اونا رو می گفتن به 10 تا یا به چند تا از فرزندان مسلمان
وقتی اینا درس میدادن و تعلیم میدادن، باز در ازای اون تعلیم و درس او را رها میکردن. با این حال احادیث مختلفی از ختم مرتبت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه به اهمیت کسب علم و دانش در هر مقطعی از زمان و مکان به ثبت رسیده است. ایشان میفرمایند به دنبال علم و دانایی بروید، حتی اگر در دورترین نقطه دنیا باشد. ایشان نشر و آموزش علوم را بهترین صدقات بیان کردند و فرمودند با ارزشترین انسانها دانشمندترین آنها و کم ارزشترین مردم نادانترین آنهاست. از هفته اخوت و میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم طی مراسم در ولایت بغلان گرامی داشت شد. سخنرانان در این مراسم با اشاره به دستورات دین مبین اسلام در زمینه اتحاد و همبستگی بین مسلمانان گفتند که برای پیشرفت و ترقی جامعه باید از تفرقه دوری و بر تحکیم وحدت و همدیگر پذیری بیشتر از پیش تلاش صورت بگیرد. گرامی داشته میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اینجا در ولایت بغلان. مراسمی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با راه اندازی ختم قرآن عظیم الشأن و با اشتراک برخی مسئولان محلی و شماری از باشندگان این ولایت برگزار شده است. سخنرانان در اینجا گفتند که برای رسیدن به موفقیت در دنیا و آخرت و دستیابی به وحدت و یک پارچگی نیاز است تا از سیره پیامبر مکرم اسلام الگوگیری صورت بگیرد. د مسلمانانو کامیابی په اتحاد او اتفاق ده ترسو پورې سي ځوان نسل په دغه نقطه باندې عمل ونی کی تر هغه وخت پورې بدوی کامیابی به البته سي تر لاسه بنه کی خپل ځان د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د صورت سره او د سیرت سره باید اوس مساوی او برابر کو ځکه موږ او تاسو امت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو. برخی دیگر هم بر مطالعه و شناخت ابعاد زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تاکید کرده و افزودند که هر فرد باید مطابق با رهنمودهای اخلاقی و رفتاری آن حضرت زندگی خود را عیار نماید. باید من خپل هغه ردیفو هغه مسیر رو هغه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم تګلاره هغه په هغه حالت باندې باید موږ تاسو وسو بیا به موږ تاسو کامیابان استو او کامیاب به سوی استو. بهتر است که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را سیرتش مطالعه داشته باشیم. سیاست مداران ببینه بنگره که نبی کریم صلی الله علیه و سلم چگونه یک سیاست مدار بود. سیاستش باید مطابق سیاست او باشه. گفتنی است که هفته اخوت و میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سایر ولایت ها نیز طی مراسم های باشکوه گرامی داشت شده است. آلمان و 5 کشور آسیای میانه در یک اعلامیه مشترک خواستار افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز شدند. رؤسای جمهور 5 کشور آسیای میانه و صدر اعظم آلمان در آستانه پایتخت قزاقستان گفتند به حمایت خود از افغانستان توسعه یافته و مرفه متعهد هستند. در این حال رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست از جامعه جهانی خواست برای تبدیل شدن افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز با مردم این کشور همکاری کند. نشست رهبران 5 کشور آسیای میانه با صدر اعظم آلمان، نشستی که در کنار مسائل منطقه‌ای اوضاع افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست بر گسترش رابط دیپلماتیک با افغانستان تاکید کرد. خواست او از جامعه بین المللی این است که برای عبور از یک دوره طولانی و دشوار در افغانستان و تبدیل شدن آن به یک کشور صلح‌آمیز و باثبات با مردم این کشور همکاری کنند. ما معتقدیم که جامعه بین المللی باید به مردم افغانستان کمک کند تا در این مسیر با واقع بینی، دوراندیشی و مسئولیت پذیری گام بردارند. برخی از کشورهای آسیای میانه در دیدار با اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، خواستار عادی سازی رابط آلمان با افغانستان شده، اما صدر اعظم آلمان به این درخواست پاسخ مثبت نداده. از سوی هم رهبران کشورهای آسیای میانه و صدر اعظم آلمان در اعلامیه مشترک بر نیاز و تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر تأکید کردند.
ما بر اهمیت تشکیل حکومت فراگیر و توانمند که شامل نمایندگان همه گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی باشد به منظور احترام و حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان افغانستان و همچنین احیای اقتصاد این کشور تأکید می‌کنیم. بدانی کشورهای همسایه و کشورهای جهان که نشسته دارن یا ضرورت داره با افغانستان، با ترانزیت افغانستان، با تجارت افغانستان، با رفت آمد و مراودات به خطوط هوایی، اما یا یک مشکلی که دارن همیست که استاد داره یا داخل حکومت افغانستان وارد نشده و همچنان حکومت سندرد میاری نیستن. بران طالبا باید ارسه هرچی زودتر بخاطر منافع ملی و سیاسی افغانستان اقدام کنه. حکومت افغانستان تاکنون به این موضع کشورهای آسیای میانه و آلمان واکنش نشان نداده، اما پیش از این مقام‌های حکومتی گفته بودند که چگونگی تشکیل حکومت از مسائل داخلی است و نباید کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کند. دادگاه عالی کشور میگوید در جریان یک سال گذشته بیش از 185 هزار دوسیه را بررسی و حل فصل کرده است. مسئولان دادگاه عالی با ارائه گزارش فعالیت‌های یک ساله این نهاد گفتند در یک سال گذشته بیش از 250 762 قضیه در محاکم سه‌گانه کشور زیر بررسی بوده که از این میان به تعداد زیادی آن از سوی محاکم رسیدگی صورت گرفته است. تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای یک ساله دادگاه عالی کشور در مرکز رسانه‌ها. مسئولان دادگاه عالی در این نشست خبری از رسیدگی به 185,591 قضیه در جریان یک سال گذشته خبر داد. با گفته آنان در یک سال گذشته 250,762 قضیه حقوقی و جزایی در محاکم سه‌گانه زیر کار بوده که از این میان به بیش از 302 هزار قضیه در محاکم ابتدایی، بیش از 34 هزار در محاکم استیناف و بیش از 7 هزار قضیه نیز در محاکم تمیز رسیدگی صورت گرفته است. مخی در ابتدایه، مرافعه او تمیز در ایگون محاکم تا در آغل و جمشوی حقوقی او جزایی قضایه و مجموعه ارقام دولکا پنزوزارا وسوا در این برنامه همچنان گفته شد در جریان سال گذشته به 8005 قضیه مواد مخدر و 3373 قضیه حقوق شرعی زنان رسیدگی صورت گرفته است. با گفته مسئولان در دادگاه عالی در جریان یک سال دست کم 2304 زندانی به مناسبت عید سعید فطر قربان آزاد و در مدت حبس 1920 تن دیگر تخفیف صورت گرفته است. یک لک دوسیه، یعنی چیزی کم دو لک، تا هنوز فیصله شده در محکمه، در استر محکمه، در هر سه قوه، در هر سه محکمه. اجرای بیش از 179 هزار سند وثیقه، تفتیش 533 موضوع، برگزاری 38 نشست شورای عالی این دادگاه در خصوص 191 موضوع از دیگر دستاوردهای دادگاه عالی تا یک سال گذشته گفته شده است. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با سفیر ازبکستان در کابل دیدار کرد. وزارت خارجه میگوید دو طرف در این دیدار در مورد گسترش روابط دو جانبه گفتگو کردند. امیرخان متقی گفته با آغاز به کار سفیر جدید حکومت سرپرست به تاشکند، صفحه جدید در روابط دو کشور باز خواهد شد. سفیر ازبکستان در کابل که در پایان مأموریت خود قرار دارد، گفته روابط دو کشور در حال مستحکم‌تر شدن میباشد. هیئت وزارت امور داخله در سفر به ولایت دایکندی با خانواده‌های قربانیان حمله اخیر در این ولایت ابراز غم شریکی کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله گفته این هیئت به این خانواده‌ها وعده داده که عاملان تیرباران باشندگان روستای قریه دیوال را شناسایی و به ارگان‌های عدلی و قضایی خواهند سپرد. خانواده‌های قربانیان نیز از این هیئت خواسته که عاملان این رویداد تلخ را هر چه زودتر شناسایی و مجازات کنند.
سرپرست وزارت اقتصاد با سفیر آذربایجان در کابل دیدار گفتگو کرد. وزارت اقتصاد گفته قاری دین محمد حنیف در این دیدار با سفیر آذربایجان در کابل بر گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور بحث و رایزنی کردند. دو طرف در این دیدار آغاز روابط دیپلماتیک میان کابل و باکو را در بهبود همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور مهم خواندند. پیش از این مقام‌های حکومت آذربایجان را یکی از شرکای خوب در بخش اقتصادی خوانده بود. بیش از 500 فرد دارای اعتیاد که صحت یاب شده پس از یک دوره آموزشی از مرکز فنی و حرفه‌ای پلیچرخی فارغ شدند. مسئولان در وزارت کار امور اجتماعی میگویند در 1.5 سال گذشته حدود 3000 فرد مبتلا به مواد مخدر صحت یاب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در مراکز این وزارت فرا گرفتند. آنان همچنان از جامعه جهانی میخواهند در بخش تداوی افراد دارای اعتیاد و در قسمت ارائه کشت بدیل با حکومت همکاری کند. فراغت بیش از 500 فرد دارای اعتیاد که بهبود یافتند پس از یک دوره آموزشی از مرکز فنی و حرفه‌ای پلیچرخی. مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی می گویند دست کم در یک سال گذشته حدود 3000 فرد صحت یاب شده در مراکز فنی و حرفه‌ای این وزارت آموزش دیده و پس از یادگیری فن و حرفه در بخش‌های مختلف فارغ شدند. لمرکزونو څخه نږدې 3000 تنه له اعتیاد څخه رغېدلي اشخاص فارغ او د تصدیق پاڼو سربیره په هغوی کاري وسایل هم وویشل. مسئولان میگویند وزارت کار در تلاش است تا سهولت‌های بیشتر را در این مرکز برای افراد دارای اعتیاد فراهم کند. این وزارت همچنان از جامعه جهانی میخواهد در قسمت تداوی معتادان و ارائه کشت بدیل با حکومت همکاری کند. با این حال فارغان این دور این مرکز امیدوارند که با ایجاد فرصت شغلی مصارف خانواده خود را تأمین کنند. من پیش بودم عملی 5 سال عمل کردم، بعد 5 سال اینم امارات اسلامی ما را کمک آورد. اینجا درس ما 4 ماه درس خواندیم، اینم اینجا خیلی چیزا را یاد گرفتیم. میخوایم که با خود یک کار، یک دکان، یک جای بسازیم که کار خود را پیش کنیم، یک نفقه حلال به دست بیاریم. این سومین دور فراغت افراد دارای اعتیاد صحت یاب شده از مرکز فنی و حرفه‌ای پلیچرخی است. دست کم 1500 تن از این مرکز تا حالا فارغ شدند. دست کم 150 دانشجوی دانشگاه تکنیکی ولایت غزنی فراغتشان را جشن گرفتند. مسئولان دانشگاه تکنیکی غزنی میگویند این دانشجویان در رشته‌های الکترومکانیک و جیولوژی معدن تحصیل کرده و آماده کار در این بخش‌ها هستند. در این حال دانشجویان از مسئولان می‌خواهند زمینه کار را برای آنها فراهم کنند. جشن فراغت 150 تن از دانشجویان دانشگاه تکنیکی غزنی. این دانشجویان از رشته های الکترومکانیک و جیولوژی معدن فارغ شدند. مسئولان دانشگاه تکنیکی غزنی میگویند برای دانشجویان این دانشگاه در رشته های مختلف زمینه تحصیل فراهم شده است. در غزنی تکنیکی پوهنتون و ما دوره فارغ و محصلین و که تقریبا نیم سال و شاوخوا محصلین فارغیږي چې د غزنی تکنیکی پوهنتون دوګونو پوهنځیو الکترومیکانیک او جیولوژي او قانونو پوهنځی نه د جیولوژي او قانونو پوهنځی کې دوه دپارتمنټونه موږ فارغ دي لرو. دانشجویانی که امروز سند فراغت به دست آوردند خرسند هستند و از مسئولان میخواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم کند. امروز واقعا من بسیار احساس خوبی دارم که تونستم 4 سال دانشگاه را به خوبی و به سربلندی به پایان برسانم. خواستم ای هست از ای آدمایی که امروز فارغ شدند که اینا مصدر خدمت برای جامعه شوند. همزمان دانشجویان از نبود زمینه کار عملی در جریان تحصیل شکایت دارند. برای محصلین که فارغ می شود اینه که همه محصلین رو برایشان شغل این فراهم نماید. بعضی مشکلاتی لکه غاد عملی صحیح نشتون، مثلا مو عملی کارت زمینه ندارم تا مساعدش ترسو مو عملی کارت لارشو. هر ساله هزاران دانشجو از دانشگاه های مختلف فارغ می شوند که به دلیل محدود بودن فرصت های شغلی به جمع بیکاران می پیوندند.
همزمان با روز جهانی مزرعه، کمیته هالند برای افغانستان بر حمایت از کشاورزان و دامداران تاکید میکند. مسئولان این نهاد میگویند در یک سال گذشته نزدیک به 60,000 مواشی را در مقابل امراض حیوانی واکسین کرده اند. تجلیل از روز مزرعه فرصتی شده برای معرفی فراورده های حیوانی. مسئولان کمیته هالند برای افغانستان که در بخش دامداری فعالیت دارد میگویند در بخش های مختلف با دامداران همکاری میکند. از واکسن مواشی گرفته تا ایجاد 17 مرکز حیوانی و توزیع وسایل تهیه محصولات حیوانی. در حدود 80,000 حیوان در مقابل امراض حیوانی انشالله واکسن میشه و همچنان در حدود 90,000 حیوان کرم زدایی میشه یا ادویه زد کرم برشان داده میشه. همچنان در پهلوی ازی به خاطر مدیریت چراگاه کمیته چراگاه ها ساخته میشه که بتانیم به شکل درست از چراگاه هایی که در با ولایت بامیان وجود داره از او استفاده کرده بتانیم. مسئولان در ریاست زراعت بامیان میگویند اکثر باشندگان این ولایت مصروف دامداری هستند و نیاز است در این بخش توجه بیشتری صورت بگیرد. باز هم نیازمندی ولایت بامیان خلاص نشده، ساحات دوردست مثل ورس اینجا ما لستای به حساب پیشنهادهای مردم گرفتیم برای کمیته آلن رایی کردیم، در آینده اگر پلان داشته باشه باز همی برنامه خود وسط بیتر. با این حال دامداران بامیانی از نهادهای حکومتی و بین المللی می خواهند در زمینه رشد دامداری و ساخت مراکز درمانی و ذخیره آبها با آنها همکاری کنند. کلینیک حیوانات بشه در مردم در ایلاغا بسیار خوب است، مشکل مردم رفت میشه. دیگه راجع دیم تذکیره فهمیده که دو بر در خمی اوتو طرف دیم اینجا که فهمیده یک ذخیره اوده دیگه مشکل مردم رفت. برای مالدارا برادر دادم مشک دادم این مشکای آهنی خیلی خوب شی است. بسیار زمان سابق مشکای پوستی بود و هیچ وقت صحیح نبود، اینا بسیار صحیح است. افغانستان کشور زراعتی است که بیشتر شهروندان مصروف بخش زراعت و مالداری هستند. و این هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 29-14، بامیان آفتابی 21-7، جلال آباد آفتابی 38-22، غزنی آفتابی 28-11، قندهار آفتابی 38-19، کندز آفتابی 33-16، لشکرگاه آفتابی 40-20، مزار شریف آفتابی 32-18، نیلی آفتابی 29-13، هرات آفتابی 33-17، اسلام آباد آفتابی 35-23، تهران نیمه آفتابی 28-20، دبی آفتابی 36-30، دهلی بارانی 31-25 و مکه آفتابی 41-30. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تأکید آلمان و 5 کشور آسیای میانه بر حمایت از افغانستان صلح‌آمیز و باسواد. همزمان رئیس جمهور ترکمنستان از همه کشورها خواسته که به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه دهند. ما معتقدیم که جامعه بین‌المللی باید به مردم افغانستان کمک کند تا در این مسیر با واقع بینی، دوراندیشی و مسئولیت پذیری گام بردارند. ارائه گزارش فعالیت ها و دستاورد های یک ساله دادگاه عالی، مسئولان می گویند که در یک سال گذشته بیش از 185,000 دوسیه حل و فصل شده است. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.